اما سوالی که پیش میاد میتونه این باشه، آیا کلام خدا انسانها رو منع میکنه از دانش تجربی و یا تحقیقات و جستجو به سوی اکتشافات علمی؟ همه ما به خوبی میدونیم که هرگز، نه تنها ما رو منع نمیکنه، اتفاقا تعلیم کلام خدا در مسیر هدف خلقت، خلاقیت و نبوغ برای رسیدن به یک هدف عالیه که همانا شکل خدا شدن متا 5:48 میباشد و سلیمان پادشاه در کتاب امثال به مثالها انسان رو تشویق میکنه که از مثالی که میزنه و تشویقتون میکنم کتاب امثال رو بسیار بخونید، مانند کتاب مزامیر بخونید. میدونیم که عیسی مسیح هم با مثالها سخن میگفت تا انسانها و شاگردان دارای حکمت و خرد بشن و به توسط این حکمت و خرد زندگی خوب و سالمی رو نیز داشته باشن.